سلام دوستان، در این درس در رابطه با کلمات پرسشی یا در واقع کلمات استفهامی میخوام صحبت کنم دوستان، و در واقع مهمترین کلمات پرسشی در زبان عربی رو به شما عزیزان معرفی کنم. کلمات پرسشی دوستان نیاز به گفتن نیست، یکی از مهمترین مباحث که همیشه در همه محادثات، در همه مکالمات در واقع شنیده میشه و استفاده میشه، کلمات پرسشی هستن. به هر حال همیشه از ما یه سری سوالات میشه، ما همیشه یه سری سوالات میپرسیم. دوستان پرسش در زبان عربی میشه استفهام. استفهام در واقع همون پرسش هست. خب اما بریم سراغ کلمات. خوب دقت کنید خواهش میکنم. حدود این 10 تا کلمه دوستان، این 10 کلمه که جا میرید مهمترین کلمات پرسشی هستن در زبان عربی. کلمه اول دوستان when یا when یعنی کجا. when یا when کجا. کلمه دوم یمت. یمت یعنی کی، چه موقع. یمت چه موقع. خب در زبان فصیح چه موقع میشه متا، و کجا هم که میشه اینه دوستان. اینه کجا هست در زبان فصیح، و متا هم میشه کی. اما در زبان در واقع عربی محاوره، مثلا حالا عربی عراقی یا خلیجی، وین کجا هست و یمت کی هست. حالا ال یمت دوستان یعنی تا کی. ال یمت تا کی. من چه کسی. من چه کسی. حالا بعضی موقع به صورت من و جا به صورت من تلفظ شده، اما بیشتر من شنیده میشه دوستان. من چه کسی. کلمه بعد لیش. لیش یعنی چرا. لیش چرا. به این صورت مثلا میگن لیش انت زعلان. دوستان زعلان یعنی ناراحت، غمگین. چرا ناراحتی، چرا تو ناراحتی ها. لیش انت زعلان. اوکی. یا مثلا لیش تضحك. تضحك اما فعل در واقع ضحك. ضحك یعنی خندیدن. لیش تضحك چرا میخندی ها. لیش چرا. اما کلمه بعد دوستان المن. المن یعنی برای چه کسی یا برای چه، به چه علت. یعنی اینم معنی میده دوستان. پس المن هم جای گاهی اوقات به جای لیش استفاده میشه، ولی بیشتر برای چه کسیه. مثلا میگیم المن تجیب چای. المن تجیب چای. چای رو دوستان همون چای بیشتر میگن، یعنی شای که فصیحه کمتر استفاده میشه در توی لهجه عراقی. برای چه کسی چای میاری ها، چون جیب دوستان اووردنه، تجیب یعنی میاری. المن تجیب چای، برای چه کسی چای میاری. به این صورت از المن برای چه کسی. حالا خوب دقت کنید دوستان کلمه بعد من این. ببینید این که همون کجا. من هم یعنی از. من به معنی از هست، حالا اینجا به معنی چه کسیه درسته، ولی من یکی از معانی اصلیش ازه. منین یعنی از کجا. پس منین اینجا رو هم خوب گفته میشه دوستان، منین، ولی من جدا نوشتم که بیشتر توضیح بدم جریانش چیه. منین یعنی از کجا. کم یعنی چه مقدار، چه تعداد. بیش هم دوستان باز همون چه مقدار هست. مثلا میگیم خوب دقت کنید دوستان، مثلا میگیم تفاح بیش کیلو. تفاح بیش کیلو. بیش رو دوستان بیشتر عراقی و خوزستانی استفاده میکنن. مثلا میخوام بگیم سیب کیلو چنده ها، سیب چنده هر کیلو، اینجوری میگن تفاح بیش کیلو. به این صورت. یا انار کیلو چنده. رمان بیش کیلو. تفاح میدونی دوستان سیب هست، رمان انار هست، رمان بیش کیلو. به این صورت. حالا کم، دقیقا کم و بیش رو میتونی جای هم استفاده کنید. یا توی درس ساعت گفته بودم مثلا میگیم بیش ساعه. ساعت چنده. میتونیم بگیم کم ساعه. به این صورت. اشکید هم دوستان باز همون. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من علی کیانپور هستم، باعث افتخاره که در خدمتون هستم و متشکرم که با من در مشاهده این ویدیو همراه بودید. دوستان میتونید پکیج کامل ما رو از طریق واتساپ، تلگرام یا از طریق تماس تلفنی با شماره 0916 533 1563، همونطور که در تصویر میبینید، با این شماره دوستان تماس بگیرید و از هر جای دنیا که هستید پکیج مورد نظرتون رو به صورت کامل دریافت کنید.